مسعود مؤیدی روزنامه‌نگار از تهران همراه من هست. خوش آمدید آقای مؤیدی. چرا فکر میکنید یک همچین افزایش تعرفه ای رو باید شاهد باشیم برای گوشی های تلفن؟ سلام عرض میکنم خدمت شما. ببینید، اتفاقی که امروز افتاد در راستای همون قانون بودجه 1400 هست، اونجایی که وزارت ارتباطات رو مجبور میکنن که تمام گوشی های همراه، تبلت، ساعت های هوشمند، بارکد خوان و از این تیپ وسایل باید در سایت همتا ثبت بشه. با این قانون دارن میان جلو و در جهت توجیه بودجهشون این افزایش رو دادن. این نکته اول. اگر بخوام زیر پوستی نگاه بکنم، یا بحث این هستش که کسی این وسط منافع داره. مثلا ببینید آقای قالیباف در زمین در مورد بورس هرگز صحبت نکرد. وقتی میرید پیگیری میکنید ببینید که منافعی داره که صحبت نمیکنه، یا برخی از آقایون منافعی دارن که این کار رو دارن میکنن، و یا اون در تایید همون بحث جهلی هستش که ما همیشه باید از جامعه جهانی دور بمونیم. در هر صورت امروز گوشی موبایل برای همه آدمی ها حکم ویژه و خاصی داره. چقدر به نفع اکثریت شهروندان آقای مؤیدی؟ بله متوجه هستم. همین تحصیل به صورت آنلاین خودش گواه این هستش که این چه جایگاهی داره. در چند وقت گذشته همینجوری گوشی تلفن همراه گران میشد به دلیل وجود بیماری کرونا و رکود بازار. این هم میشه مزید بر علت و برخلاف اون چیزی که مدعی هم هستند که چون ما گفتیم گوشی های بالای 600 دلار بهش تعرفه میخوره الباقی گرون نمیشه، ولی شک نکنید که دو تا خاصیت داره. کلیه گوشی ها گرون میشه و دیگه 4 تا گوشی با کیفیتی هم که تو این شهر پیدا میشد دیگه پیدا نمیشه و ما باید تن بدیم به گوشی های چینی و بعضا ایرانی. خب آقای مؤیدی، قبلا آقای خامنه‌ای خاطرم هست در یکی از صحبتاش اصلا مشخصا اشاره کرد به موضوع تلفن و بعد از اون شروع کردن و گفتن که این اتفاق باید بیفته، استفاده از مثلا گوشی های مثل گوشی اپل. و از اون طرف هم بارها دیدیم که آقای جهرومی تبلیغ کردن، حتی گفتن که کادو میدن به مردم گوشی های ساخت داخل رو. این مسئله رو در سال آینده فکر میکنید که چطور بشه گسترش پیدا بکنه با توجه به صحبت های نوروزی هم که آقای خامنه‌ای داشت؟ ببینید، در این زمینه با توجه به که ما وعده و وعید در ارتباط با گوشی تلفن همراه نه سال گذشته در قصه کرونا، که از سالها و سالهاست داریم میشنویم و هیچ اتفاقی نمیفته، اینها نهایتا تونستن یک گوشی بزنن، اونم هر کسی تو دستش گرفته واقعا زندگی سیر شده. یعنی میگه صد رحمت به این گوشی های چینی. آقای خامنه‌ای هم یادمون باشه یه وقتی میگن در یه مسئله صاحب نظر نیستن، دخالت نمیکنن، یه وقتی تا ریز یک چیزی رو میرن، یه روز میگن واکسن فایزر، یه روز خاصه میگن گوشی آیفون. و خب بدون تعارف بهتون بگم، توی این مملکت یه روزی ویدیو ممنوع بود، یک روزی ماهواره ممنوع بود. امروز این گوشی های تلفن همراه تلفن نیست، یه دایرکتوریه که شما رو به جهان وصل میکنه و آقایون میترسن و در همین راستا هر کاری بتونن میکنن برای اینکه به نوعی توش انقلت بیارن. من بهتون قول میدم هیچ گوشی کادو به کسی داده نمیشه. ممنونم از توضیحات شما. مسعود مؤیدی روزنامه‌نگار که از تهران همراه ما شدید.